امروز به اتفاق دوست ارجمند و تحلیلگر سیاسی شناخته شده برای همه شما، یعنی آقای دکتر رضا تقی‌زاده، با آخرین ماهای سلطنت محمد رضا شاه پهلوی میریم. سعی میکنیم که همونقدر که آقای دکتر تقی‌زاده راه داشته به هر حال به هزار توی کاخهای سلطنتی، بریم و بیشتر با زندگی پادشاه فقید ایران، شرایط اون و اتفاقاتی که افتاده و به ویژه شهبانوی سابق ایران فرح پهلوی که آقای دکتر تقی‌زاده در دفتر ایشون سمتی داشتند و فعالیت داشتند، بتوانیم آشناتر بشیم. آقای دکتر تقی‌زاده، به شما سلام عرض میکنم. فروزنده و به بینندگان شما در ایران و بقیه نقاط دنیا. آقای دکتر تقی‌زاده، چون نیم ساعت بیشتر وقت نداریم، من میخوام که حد اکثر اون پرسشایی که تو ذهنم هست از شما بپرسم. آقای تقی‌زاده، شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه رسما اعلام کردند که پدرشون، یعنی پادشاه فقید ایران، از اولین بار که تشخیص سرطان در وجودش داده شد سال 1353 بود. پرسش که در ذهن من مطرح هست، درسته که ظاهرا در اون دوران جراحی کردن، خوب شده و همه چی طبیعی بوده، چرا محمد رضا شاه پهلوی، چون شما بیشتر آشنا هستید، اقدامی نکرد؟ این یه واقعا پرسش جدی است. اقدامی نکرد برای اینکه بتواند پیش بینی بکنه حوادث احتمالی آینده رو. همه میدونن که سرطان بیماری است که ممکنه شما تمام اون سلولا رو بردارید ولی باز امکان رشدش باشه. هزار و یک علت، با توجه به اون چه که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود 42 سال قبل که تکنولوژی پزشکی اصولا اینقدر پیشرفت نکرده بود و سرطان بیماری هولناکتری بود از اون چه که امروز هست، چرا پادشاه اقداماتی رو نکرد برای واگذاری قدرت در حالی که پادشاه باشه؟ مثلا فرض بفرمایید ورزش و امور جوانان رو همراه با یک دوتا آدم بزرگتر اصلا واگذار کنه به ولیعهد ایران که او رو عادت بده به این کار، و بخشی از مسائلی که باید واگذار میکرد در مورد حداقل مسائل زنان برای تمرین تصمیم گیری سیاسی واگذار کنه به نایب السلطنه خودش، یعنی فرح پهلوی، و به تدریج این بندها رو از دوش خودش باز بکنه و کشور رو آماده بکنه برای شرایط بحرانی که خود پادشاه نتونه دارش بکنه. امروز این سوال واقعا مطرحه، چرا این کار نکرد؟ پرسش خوبی است آقای فروزنده، پرسشی است که شاید پیدا کردن پاسخ دقیق به اون هرگز امکان پذیر نباشه مگر اینکه ما تحلیل‌های جنبی بکنیم. البته پادشاه ایران آینده کوتاه خودش رو پیش بینی می‌کرد، در نوشته‌ها به این قضیه اشاره کرده، ولی اون موقع این اشاره رو کسی درک نمی‌کرد که من بیش از هر چیزی وقت کم دارم، یا این کم بوده وقت رو به نداشتن وقت در مملکت نسبت می‌داد، در حالی که موضوع وقت نداشتن بیماری شخص خود او بود و به هر حال مملکت در یک شرایط انتقالی بود. اگر واقعا از این دوران ایران عبور میکرد پیش از بحران موسوم به انقلاب اسلامی یا انقلاب خمینی، ایران در یک منطقه، در یک مرحله انتقال اقتصادی صنعتی بود، در یک مرحله تبدیل شدن به یک قدرت مالی ماندگار بود. اون چی که متزلزل بود و ثبات پیدا نکرده بود وضعیت سیاسی ایران بود. پادشاه تصور دارم که قبول کرده بود انتقال قدرت از او به فرزندش به آرامی صورت میگیره، و چون همه امور عالی مملکت خودش اداره میکرد، تصور میکرد که تا به پایان بردن این کار بایست این مسئولیت مستقیم رو به عهده بگیره، ضمن اینکه وضعیت بیماری او وخیم نشده بود. شاید پزشکایی که با او مشورت میکردن و حتی صفویان که این اواخر، یعنی در شرایطی که بیماری پادشاه یک مقدار جدی تر شده بود و او سفرهای متعددی به تهران میکرد و داروهای تجویز میکرد، اونها هم نمیگفتن همه حقیقت رو به او که پایان دوران
حیات او خیلی طولانی نیست و این درست مصادف شد با وضعیت بحرانی در شرایطی که من و شما ناظر و حاضر بودیم و من با روز به روز اون از کاخ تا کوخ و از قصر تا زندان اون رو دقیقه به دقیقه همراهی کردم و به نوعی تا اونجایی که من اجازه داشتم یا محیط کارم بود شاهد اون بودم. وضعیت بسیار بحرانی بود که در اون وضعیت ولیعهد پادشاه قادر به ایفای کمتری نقشی نبود. فراموش نکنیم که ایشون خیلی جوان بود، در مرحله انتقالی 17 سالگی، هنوز به 18 سالگی نرسیده، ولی با این وجود وظایف و مسئولیت‌های به او محول شده بود. آقای آتابای که الان رئیس دفتر شهبانوست، خارج از این هیته هنوز هم با ایشون هست، رئیس فدراسیون فوتبال بود و خیلی ایشون به رضای شاهزاده رضا پهلوی نزدیک بود و شاهزاده هم به دلیل علاقه‌ای که به فوتبال داشت تقریبا با امور اداری فوتبال هم نزدیکی پیدا کرده بود. بعد تا جهانبانی جناب آجودان شاهنشاه که او هم در ورزش دخیل بود با شاهزاده رضا پهلوی روابط تقریبا منظمی پیدا کرده بود و این دو مسیری بود که ولیعهد وقت رو منتقل میکرد حداقل به بخشی از مسئولیت‌های ورزشی. ولی همونطور گفتم هم سن ایشون کم بود، هم پادشاه به انتهای راه خیلی آگاه نبود، هم وضعیت سیاسی مملکت یک بار بحرانی شده بود و این سه دلیل عمده باعث شده بود که انتقال وظایف به صورت متعارفی صورت نگیره. آقای تقی‌زاده، در سال 1357 شما هنوز در دفتر شهبانو به کار مشغول بودید، درسته؟ درسته، من نزدیک به 2 سال با دکتر هوشنگ نهاوندی و چند ماه با دکتر نصر رئیس دفتر بعدی در دفتر همراه بودم و تا آخرین روزی که دفتر بود، یعنی آخرین باری که من اولیا حضرت دیدم 24 ساعت قبل از پرواز معروف بود. من به فرودگاه نرفتم ولی 24 ساعت قبل از اون، اتفاقا یک عکس جالب اینجا دارم، نمیدونم اگر که برای شما قابل پخش باشه شاید بتونم اون رو نشونتون بدم. این درست 24 ساعت میخواید من این تصویر رو شما نشون بدم؟ خواهش میکنم. بله، آقای تقی‌زاده رفتن که این تصویر رو آماده کنن تا شما بینندگان عزیز اون رو بتونم. این دوربین شما قابل گرفتن هست یا خیر؟ این کاخ نیاورانه و درست 24 ساعت قبل از پرواز معروفه، اگر که قابل رؤیت باشه. بله قابل رؤیته. من قلم و کاغذی در دست دارم و ایشون این لحظه است که خداحافظی کردیم و ایشون تشریف بردن و همه توصیه‌هایی که داشتن مربوط به دفتر بود رو انجام دادن و بعد پرواز معروف 24 ساعت بعد انجام شد و به هر حال ایشون دیگه به ایران برنگشتن. آخرین یادداشتی که من از اولیا حضرت دارم در هلیکوپتری بود که خانواده سلطنتی رو می‌برد به فرودگاه، دو هلیکوپتر حرکت می‌کرد که در یکی از اونها اولیا حضرت بودن و سلشکر نشاط که ایشون میخواد یادداشتی بنویسن از سلشکر نشاط تقدیم هواپیمای ملی را از جیب در میران بهشون میدن و ایشون دو خط با محبت بسیار نوشته بودن. دفتر خودم آقای رضا تقی‌زاده تشکر کرده بودن از کارهایی که کرده بودم در طول روزهای مانده به انقلاب و اون چی که شاید یک بعد تاریخی پیدا میکنه این است که نوشته بودن به امید دیدار. بنابراین اولیا حضرت امیدوار بود که به مملکت برمیگرده. شهبانو فکر میکرد که این دوران گذار دوران موقتی است و به هر حال به پایان راه ختم نمیشه، انجام نمیشه. در حال این وضعیتی است که اون روز در ایران حاکم بود و بقیه شهر به اون ترتیبی که شما پرسش میکنید من پاسخش خواهم شد. آقای دکتر تقی‌زاده، شما در این مدتی که با دربار ایران در تماس بودید تأثیر شهبانو فرح پهلوی در دربار تا چه حد بود؟ چون و نوع گرایش های فرح در چه زمینه بود عمدتاً؟ چرا که فضای دربار به نظر میرسه از زمانی که شهبانو در حال به شهبانوی ایران رسید ایشون این فضا رو توش اثر داشت به تدریج البته و توانست کارهایی رو بکنه. ایشون تا چه حد فضای فکریش با شاه و سایر والا حضرت ها
به خصوص خواهرهای پادشاه تفاوت داشت. در مورد تصمیم گیری های عالی دولت این شخص پادشاه بود که تصمیم می گرفت و شهبانو خیلی در امور سیاسی مناسبات بین المللی و تصمیم گیری های عالی مداخله نداشت. ایشون به اندازه کافی سازمان های زیر مجموعه داشتند. در حدود 20,000 نفر در این سازمان های زیر مجموعه که ریاست عالیش با ایشون بود کار میکردن. به اندازه کافی این مشغولیت بود. ما تقریبا در طول هفته 5 جلسه مربوط میشد به ملاقات با رؤسای این سازمان ها و دیدار با اونها. بنابراین در کار دولت و در کار اجرایی مملکت و در تصمیم گیری های عالی مملکت شهبانو مداخله نداشت. ایشون حلقه خاص خودشونو داشتن، یعنی دوستانی که از همراهان پادشاه جوانتر بودند و گرایش های اونها گرایش های سیاسی نبود، گرایش های بیشتر فرهنگی، هنری، فیلمسازی، معماری بود و اینها بودند که حتی در سفرهای خارجی و داخلی هم همراه بودند با ملکه و در مراسم داخل کاخ میهمانی ها هم حضور پیدا میکردند. گروه کاملا متفاوتی بودند که پادشاه خیلی با اونها روی خوش نشون نمیداد و هر از گاهی هم با لحنی نه چندان دوستانه یا مؤدبانه یا جدی از اونها یاد میکرد. این برخوردی بود که پادشاه با حلقه دوستان ملکه داشت. ولی در 6 ماه منتهی به دوران پادشاهی هرچه گذشت قدرت شهبانو زیادتر شد. این یکی به این علت بود که وضعیت جسمی شاه بحرانی‌تر شده بود و دلایل دیگه این بود که پادشاه به نوعی سرخوردگی رسیده بود و توی خانواده شاید تکیه او به شهبانو زیادتر شده بود و شهبانو هم همونطور که عرض کردم به تدریج تقریبا همه اهرم‌های قدرت رو به دست گرفته بود. در مورد اون نامه معروف که شاید اولین گام بزرگ برای هموار کردن راه انقلاب بود که اون آقایی به اسم رشیدی مطلق یا اسم مستعاری که تراشیده شده و هنوز بر سر نویسنده اون نامه بحث فراوانی وجود داره، در زمان وزارت اطلاعات مرحوم داریوش همایون منتشر شد، ایشون نقش اول رو داشت. آقای رضای قطبی که پیشتر مسئولیت تلویزیون رو به عهده داشت با کمک سید حسین نصر که حالا رئیس دفتر ملکه شده بود، بعداً رئیس دفتر شد البته، مأمور نوشتن این نامه شدن و این نامه رو حتی پادشاه متن اون رو نمیدونست که به دست او دادن و ایشون این نامه رو خوند. خب آخرین تاثیرگذاری بزرگ ملکه در مورد انتخاب نخست وزیر بود، چهارمین نخست وزیر دوران بحران. بیاد دارید این بحران عملا در دوران دولت آموزگار به روی صحنه آمد، آشکار شد. خمینی به عنوان چهره خودش رو معرفی کرد و تدریجا انقلاب رنگ اسلامی گرفت و شورش‌های خیابانی جدی‌تر شد. در دوره شریف امامی وضعیت کاملا بحرانی بود. در دوران اصفهانی مسئله سقوط حاکمیت سرعت بیشتری گرفت و دوران پایانی دوران آقای بختیار بود که اگر حتی در همین دوران پایانی تصمیم جدی‌تری گرفته میشد، مثلا طرح موسوم بخاش که نظامی ها اون رو تدوین کرده بودند عملی میشد و قدرت به دست نظامی ها میافتاد، یا طرحی که در پیش از به قدرت رسیدن اصفهانی مطرح بود و به موجب اون پادشاه عازم یکی از جزایر ایرانی احتمالاً کیش میشد و نظامی ها قدرت به دست میگرفتن، چیزی که یقیناً محافل خارجی از اون به عنوان کودتا یاد میکردن، ولی در حال یک اقدام نظامی بود که باید دولت رو در موضع قدرت قرار میداد و تعادل رو به نفع دولت و به زیان انقلابی ها و شورش های خیابانی به هم میزد و قرار بود ریاست دولت با ارتشبد اویسی باشه، ولی در آخرین لحظات باز به عنوان یک گام سازشکارانه از به نخست وزیری رسیدن آقای اویسی خودداری شد، از داشتن یک حکومت نظامی جدی خودداری شد و به جای اون اصفهانی به قدرت رسید که بسیار مرد ملایمی بود و اون چی که فقط از حکومت نظامی و دولت ارتشی او یدک میکشید یونیفرمی داشت که به تنش بود و بعدم با سکته کرد این وضعیت شکل تقریبا خندداری پیدا کرد. در مورد آخرین تصمیم گیری یعنی انتخاب آقای بختیار، قطعا این تصمیم گیری با نفوذ شهبانو صورت گرفت. بنابراین میبینیم از بعد از واقعه سینما رکس آبادان که انقلابی ها برای داغ کردن وضعیت سینما رکس رو با کشتن بیش از 400 بیگناه در سالن سینما
آغاز کردن، کلید زدن، البته همراه اون ده ها سینمای دیگه هم با آتش کشیده شده بود، ولی این یکی طرح اصلی بود برای اینکه اون رو نسبت بدن به سازمان امنیت، نسبت بدن به دولت و به حکومت و جو مملکت رو بحرانی تر بکنن. از بعد از این قضیه تدریجا نفوذ و تصمیم گیری شاه کمرنگتر شد در امور مملکت، تصمیم گیری های ملکه زیادتر شد، به طوری که در دیگه 3-4 ماه آخر دولت تقریبا فعال ماه شاه مملکت شهبانو بود. شما فکر میکنید که اگر شهبانو، البته نمیشه با این ترتیب قضیه یه تاریخ اتفاق افتاده رو بهش پرداخت، اگر شهبانو زودتر در واقع مورد مشورت شاه قرار نگرفته بود، یعنی قرار گرفته بود از دورانی که آقای آموزگار روی کار آمد، میشد اصولا روند دیگری رو دید و ما به این انقلاب نمی رسیدیم؟ 1001 اتفاق میتونست بیفته آقای فروزنده که انقلاب به نتیجه نرسه، حتی با وجود اطمینان خاطر از پشتیبانی آمریکا از انقلاب، تصمیم کشورهای بزرگ در گوادالوپ برای کنار گذاشتن شاه، شاه هنوز اهرم‌هایی در اختیار داشت که میتونست انقلاب رو یا شورش‌های خیابانی رو از انقلاب شدن محروم بکنه، از به قدرت رسیدن شورشی‌های مذهبی خودداری بکنه. حتی در غیاب اون امکان وجود داشت، اگر تصمیمات به جایی و به موقعی گرفته می‌شد و اتفاقات خاصی که افتاد نمی‌افتاد. پادشاه به بخشی از این اشتباهات اعتراف کرده و به بخشی از این اعترافات شکل رسمی داده، بعضی از این اعترافات هم شکل غیر رسمی دارند، من جمله گفته‌هایی که پادشاه از قول دکتر هوشنگ نهاوندی در آخرین دیدار ایشون در قاهره لحظات نزدیک به فوت ایشون مطرح میکنه، و این قضیه این بود است که ملک حسین پادشاه اردن تلفنی از پادشاه میخواد و به او یادآور میشه که طرحی که الان وجود داره شبیه طرحی است که آمریکایی ها در سال 73 برای من داشتن و میخواستن من رو کنار بگذارن. یاد دارید که اون سپتامبر سیاه رو ملک حسین علیه فلسطینی ها در عمان و در بقیه خاک اردن شکل داد، خودش توی هواپیما نشست، مواضع فلسطینی ها رو بمباران کرد و یک شبه ده ها هزار از اونها رو در سراسر اردن گرفت و چند صدها نفر از اونها رو کشت. ملک حسین پیشنهاد میده، ملک حسین خیلی رابطه بسیار دوستانه و متوازنه ای داشت با پادشاه و پادشاه ایران هم به دفعات به او کمک میکرد. این رابطه خالصانه تا زمانی که البته پادشاه در قدرت بود و ایران ایران پادشاهی بود حفظ شده بود. من یادم هست که در جایی یک شتر بزرگ عروسکی ملک حسین برای ولیعهد برده بود، چون قد این شتر از ولیعهد بزرگتر بود، قلاب گرفت که ولیعهد رو سوار این شتر بکنه. به هر حال در اون روزها ایشون تلفن میکنه، این نقل قول دکتر هوشنگ نهاوندی است، در ملاقاتی که در بستر فوت پادشاه در قاهره داره که اشتباه کردم، ملک حسین چنین چیزی رو گفت و گفت که من میام در تهران، دفتری برای من تعیین بکنید، بخشی از اختیارات نظامی رو به من منتقل بکنید، به جای شما من تصمیم گیری میکنم و با فرماندهان نظامی این کار رو یکسره میکنم و من قطعا اطمینان دارم اگر نظامی ها با قدرت عمل میکردن و اگر حتی همین نقش از طرف ملک حسین به صورت پنهانی یا جانبی انجام میشد، انقلاب شکست میخورد. توجه بکنید وقتی اثاری حتی با اسم حکومت نظامی روی کار آمد، تا چند روز تهران شکل بسیار بسیار آرام گرفته بود. فقط زمانی شورشی های خیابان دوباره جسارت پیدا کردند که مطمئن شدن این حکومت نظامی یک شیر بیادوم اشتمه و از حکومت نظامی فقط اسم اون رو یدک میکشه، بنابراین آزادن که به خیابون بیان، آزادن که تظاهر بکنن و مخالفین و رهبران انقلاب هم با قدرت‌های خارجی آزاد بودن که محاوره بکنن. شما یاد دارید در دوره آقای شریف امامی و بعد اساری تمام عوامل برجسته دولت‌های سابق رو دستگیر کردن، ولی یک نفر از رهبران انقلابی رو نگرفتن. چرا؟ و اگر این اتفاق میافتاد یقیناً انسجام بین صف و فرماندهی از بین میرفت. همونطور که عرض کردم اتفاقات متعددی افتاد که اگر نمیافتاد و تصمیمات متعددی گرفته شد که اگر گرفته نمیشد انقلاب هرگز انقلاب نمیشد، شورش های خیابانی به قدرت اسلامی امروز ایران نمی انجامید.
آقای دکتر تقی‌زاده، شما این تضاد رو چجوری توضیح میدید که قاعدتاً هم به استناد گفته خودتون حداقل دلیلی که واضح و آشکار هست، شاه اطرافیان ملکه را قبول نداشت و طرز تلقی اونها، برخورد اونها رو نمیپسندید و اشاره کرد حتی اونها رو دست میداد. اما جالبه، ضمن اینکه این شرایط بوده، مهمترین ارگانهای فرهنگی و ارتباطی کشور در اختیار خانواده ملکه و دوستان ملکه بوده و مثلا فرض کنید رادیو تلویزیون ملی ایران در اختیار آقای رضا قطبی است که آقای رضا قطبی قاعدتا با شاه خیلی نزدیک نیست، ولی با فرع پهلوی، با شهبان و ایران برخوردش و طرز تلقیش نزدیکه. و دیباها در جاهای مختلف درسته که وزارت ندارند، ولی کارهای مؤثری رو در اختیار دارند. علاوه بر این، دوستان ملکه مهمترین ارگانهای فرهنگی رو اداره میکنند و از بودجه دولت به علت حضور ملکه بر ریاست عالیه اونها استفاده میکنند، مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تازه این یکی از اونها هست، یا جریانات فرهنگی که به وجود میاد این شاخه ملکه هست اون رو به وجود میاره و اون ذهنیت سنتی شاه رو در واقع به کنار میذاره و شرایط تازهی فراهم میکنه، مثل جشن هنر شیراز که یک واقعه مهم تاریخی فرهنگی در ایران بوده و امروز هم ازش یاد میشه. شما این جریان، دو تا جریان متضاد همراه هم حرکت میکنن، به کار هم دیگه کار ندارن، ولی در واقع یکی به کار دیگری کار داره و اون جناح شهبانوی ایران هست که با اون ساختار سنتی سلطنت خیلی سر هماهنگی نداره و میخواد جامعه رو به یه شکلی باز بکنه از نظر فرهنگی. شما نمیدونم، شاید برداشتم غلطه، توضیح بفرمایید. نمیدونم این تمایل واقعا برای مداخله در امور مملکتی، در امور اجرایی پیش از بحرانی شدن وضعیت در نزد شهبانی و حلقه نزدیکی به ایشون وجود داشت یا خیر. از طرفی پادشاه رو باید قبول کنیم که یک انسان تحصیل کرده در فرهنگ بود و روحیه برخلاف تبلیغاتی که علیه او میشه یا شده، روحیه دموکراتی حداقل در مورد خانواده خودش داشت و ایشون همونطور که شما به درستی گفتید این امکانات در اختیار شهبانو قرار داده بود و شهبانو هم به همون نسبت که مملکت در بخشای صنعتی، اقتصادی، مالی رشد میکرد، در بخشای فرهنگی و هنری رشد میکرد که شما به نمونه اون سازمان پرورش کودکان و نوجوانان یاد کردید یا به توسعه تلویزیون که واقعا در منطقه از نمونه ها بود، یعنی تلویزیون ایران رو میشد با بهترین شبکه های تلویزیونی دنیا مقایسه کرد. از نظر توسعه پخش شبکه های تلویزیونی در اقسام نقاط ایران هم این گسترش اداری کاملا به چشم میخورد، یعنی گروه همراهان شهبانو گروه ناموفقی نبودن و بخش های دیگری هم بود که اصلا شاید تبلیغ زیادی راجب اون صورت نمیگیره، بنگاه هایی که زیر نظر ملکه کار میکردن. و در جامعه دو دیدگاه وجود داشت نسبت به پادشاه، چون به هر حال تبلیغات کمونیست‌ها، تبلیغات توده‌ای‌ها، تبلیغات جبهه ملی، تبلیغات مذهبی‌ها متوجه خراب کردن پادشاه بود، از ملکه غافل شده بودن، از شهبانو غافل شده بودن. به این علت شهبانو چهره بسیار وجیه‌تری، محبوب‌تری نزد مردم داشت تا چهره پادشاه که به هر حال شاید بخش‌های ناراضی ساز جامعه رو از دید او می‌دیدن که فرد اول مملکت بود و از این فرصت شاید شهبانو استفاده غیر مستقیم برد برای اینکه هدف این تبلیغات قرار نگیره. ولی تردید دارم که مداخله‌ای در این مورد یا میل به مداخله در این مورد وجود داشت. در مورد خواهر پادشاه گفتید که زن بسیار با قدرتی بود، این اختلاف همیشه وجود داشت تا آخرین روزهای حضور این حکومت با والا حضرت اشرف این قضیه ادامه پیدا کرد. فقط یک نکته تاریخی رو اینجا من اشاره بکنم، به نوعی شاید اون پرسش شما رو پاسخگو بشه، ولی به هر حال این در افهامه. از لهستان گروهی آمده بودن در همین ماهای پایانی
برای تهیه یک فیلم از فعالیت‌های ملکه و همینطور بخش‌های فرهنگی که زیر نظر ایشون اداره می‌شد. علاوه خانم لهستانی همراه دو گروه فیلمبردار از دفتر ملکه دیدن می‌کردند و در دفتر ملکه شهبانو عکس ولیعهد که روی میزش بود برداشت، اون رو با یک محبت و با یک احساس غرور خاص به این خانم نشون داد و این جمله رو گفت که این فرزند منه و پادشاه بعدی ایران خواهد. در این ابراز پادشاه دوم شاید میشد احساس کرد که او پادشاهی فرزندش رو پادشاهی متفاوتی در اون لحظه ای که این مطلب رو با اون روزنامه نگار لهستانی مطرح میکرد در دل داشت، ولی واقعا گمانه دیگری وجود نداره. البته در مورد رضا قطبی همیشه پرسش های متعددی وجود داشته، بخصوص بعد از دوران بحرانی شدن وضعیت و بخصوص بعد از باز شدن دست او به عنوان حلقه های نزدیک به شهبانو و بخصوص در مورد نوشتن اون نامه کذایی. آیا شما در مورد نامه ای که اشاره می فرمایید مطمئن هستید؟ چون یادم میاد در یک گفتگویی که با زندیات داریوش همایون داشتم، ایشون معتقد نبود که آقای قطبی در نوشتن این نامه دخالت داشته، بلکه آقای یک روزنامه نگار قدیمی روزنامه اطلاعات رو عامل نوشتن این نامه میدونست، اگر اشتباه نکنم، چون نمیدونستم شما این نکته رو مطرح میکنید، اگر اشتباه نکنم شاید فامیلش رو هم گفتن در یکی از گفتگوها، آقای باستانی یا باستان که این متن نامه رو در اونجا نوشته بودند. این به نظرم میاد. آیا شما قرار بوده است که این نامه رو آقای رضا قطبی با مصلحت و ثواب دید دکتر سید حسین نصر تنظیم بکنه و قطعا این رو آقای رضا قطبی ننوشته، ولی معمار نوشتن اون بوده. من شاید دو پیام یا سه پیام نوروزی ملکه و پیام هایی که در سفرهای داخلی ایشون میخوند رو تهیه میکردم. این مسئولیت رو در دفتر پادشاه آقای رئیس امور فرهنگی دفتر پادشاه داشت که مرحوم شد، اسمش الان به خاطرم نیست. به هر حال در مورد نوشتن پیام های سیاسی، خب مسئولیت هایی بود که به آدم های دیگری منتقل می شود. در این مورد تصمیم گرفته شده بود که چه چیزی مطرح بشه. نکات این تصمیم با پادشاه مطرح نشده بود. تصمیم گرفته شده بود که رضای قطبی این کار رو انجام بده. در زمانی که این کار قرار بود شکل بگیره، آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات بود. بدون تردید داریوش همایون از این قضیه مطلع شده بود، برای اینکه باید این رو میگفتن روزنامه های دیگر چاپ کنند. روزنامه خود داریوش همایون آیندگان بود که این رو منتشر نکرد. روزنامه دیگه روزنامه رستاخیز بود که صبح منتشر میشد، روزنامه بزرگ داشت تهران، که اونها این کارو نکردن. کیهان این رو منتشر نکرد و اصفهان که نزدیک بود با پادشاه، مقام مهمی داشت در مملکت و تماس مستقیم میتونست بگیره، از انتشار این مطلب خودداری کرد. نامه رو دادن به روزنامه اطلاعات. آقای داریوش همایون بعداً انکار کرد که در انتشار این نامه نقشی داشته، ولی به عنوان وزیر اطلاعات بدون تردید او مطلع بوده که این نامه به دست کدام روزنامه رفته و چطور به دست اونها رسیده. ولی حق با شماست، آقای داریوش همایون نویسنده این نامه نبود. یکی از روزنامه نویس‌های قدیمی گفته شده که این نامه رو نوشته، ولی چون این اعتراف از طرف شخص رو هرگز صورت نگرفته، هنوز بخشی از ابهامه. من توی برنامه تلویزیون دیگه هم گفتم که آقای میلانی، عباس میلانی که کتابی در مورد پادشاه نوشته، مدعی است که پیشنویس این نامه رو داره. من نمیدونم، او هم در این مورد پرسجوهایی کرده، ولی اسنادی که داره اسناد مبهمی هستند و هنوز قطعی نیست که آیا علی باستانی یا چه کسی این نامه رو تحریر کرده. آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش در این گفتگو که دو سه دقیقه وقت براش داریم، چرا شاه میفرمایید که متنی رو نوشتن در اختیارش گذاشتن و در اون روزی که صدای انقلاب رو در واقع شنید، 14 آبان اگر اشتباه نکنم 1357، چرا شاه
وقتی نامه رو خوند آیا به علت بیماری، به علت حالت انزوا نگفت که این نامه رو پخش نکنید، این متن من باهاش موافق نیستم؟ در واقع جرقه رسمی انقلاب رو خود شاه زد با اعتراف به وجود چیزی به نام انقلاب. تا اون روز صحبت از انقلاب نبود و نیروهایی که در حرکت انقلابی بودن به جز بخش مذهبیون که گروه مسلط هنوز نبودند، اینها از انقلاب صحبت نمی کردن. چرا شاه صدای انقلاب رو شنید؟ بدون تردید شاه دچار سرخوردگی شده بود، سرخوردگی از تصمیمات اشتباهی که گرفته بود، سرخوردگی از اینکه توانایی کشتن مردم رو در خودش نمیدید، سرخوردگی از اینکه مردم نسبت به کارهایی که اون کرده بود ناسپاسی نشون میدادن از دید خود ایشون، و این مجموعه شاید اون رو قانع کرده بود که حداقل از نظر ذهنی به صورت شخصی شکل مهر و امضای دیگران رو بازی بکنه. بیشتر از حد با همه کس مشورت میکرد و در این دوران مشورت شهبانو به ایشون بیشتر از هر کسی دیگری نزدیک بود. به این علتی که شاید شاه رو در یک شکل روانی خاص که همزمان با خوردن داروهایی که برای بیماریش به او تجویز میشد دچار نوعی انفعال فکری میشه. بیشتر از همه شاید شما هم تجربه کردید در حتی محیط کار خودتون، چند تصمیم غلط میگیرید و دیگه شهامت تصمیم گیری ندارید، این تصمیم گیری رو به مشورت یا به مسئولیت دیگران میگذارید. در مورد دستگیری آقای هویدا نخست وزیر همین وضعیت پیش آمده بود. خب عواملی در داخل نظام امنیتی در درون حلقه نزدیک به شهبانو تصمیم به این میگیرن که برای آرام کردن مملکت یک کسی رو پیدا بکنن که بتونن به هر حال زنگوله بربر رو به گردنش ببندن. آقای هویدا رو تصمیم میگیرن دستگیر بکنن. در این مورد میان از ایشون مشورت میخوان و او باز این تصمیم رو دستور میخوان، او این تصمیم رو به مشورت دیگران میگذاره و آخر سر اون هیئت بزرگی که جمع شدن در دفتر کار پادشاه اونا هستن که رأی میدن آقای هویدا رو دستگیر بکنید. همزمان البته در مجلس هم مقدمات این کار برای دستگیری او و بقیه وزرا آماده میشد، ولی این تصمیم گیری رو او نکرده. من فکر میکنم به علت سرخوردگی هایی که شاه در تصمیم گیری های غلط احساس میکرد این وضعیت پیش آمد، و یک عامل بسیار بزرگترش این بود که دیگه در روزهای آخر تنها راه تغییر وضعیت ریختن خون در خیابان ها و قدرت نمایی بود، و او هم با این قدرت نمایی نکردن و نکشتن مردم نوعی همدلی داشت، و این همدلی باعث شده بود که افکار ملایمتر رو آسانتر بپذیره، بین آقای اویسی و آقای اصحاری رو انتخاب بکنه، یا در روزهای پایانی به جای آقای دکتر بقایی توصیه ملکه رو برای انتخاب شاپور بختیار قبول بکنه. جناب دکتر تقی‌زاده بسیار خوشحالم از اینکه این فرصت رو دادید باهاتون صحبت کردم، در خدمتتون خواهم بود و این بحث رو پی میگیریم. من فکر میکنم که ما به هیچ جا واقعا به طور دقیق نمیرسیم تا به هر حال یه مجموعه رو پیدا کنیم که به ما روانشناسی شخصیت پادشاه فقید ایران رو با روشنی بیشتری هم نشان بدهد، و به هر حال ممنونم از اینکه همیشه با روی باز از گفتگو استقبال میفرمایید. برای شما وقت خوبی رو در اسکاتلند آرزو میکنم. منم تشکر میکنم از دعوت برای حضور در این برنامه و همدلی و همصدایی با شما. سپاسگزارم. بینندگان عزیز هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.